هادي الله واشهد أن لا اله الا الله وان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد درس روز ما شما در مورد توحید و شهادت خشیت است ما شما خشور خواندیم توحید و عبادات قلبی یکیش بود خوف بود خشیت و رحبت است این چهار اصطلاح هستند یا با هم بسیار نزدیک هستند بسیار فرق کم دارند از این خاطر تقسیم بندی های هم تقسیم بندی های سابق هستند همون تقسیم بندی های که ما شما در دگرها داشتیم پس خشیت هم این قسم تقسیم میشه و رحبت هم این قسم تقسیم میشه خشیت و چیست؟ خشیت که بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم از خشکیت از لغت ویگه پایش باز میتر تقسیماتش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه و صحبه اجمعین اما بعد در جمله عبادات ما شما خواهدیم که اصلا عبادت که از شش قسم است نیم اولش عبادات فکری دومش قلبی، عبادت قلبی سه مش، زبانی, زبانی، چهارمش بدنی پنجمش و ششمش قانونی فکری قلبی زبانی بدنی مالی و قانونی ما و شما های فکری رو خواندیم با شروع کردیم در عبادت های قلبی عبادت های قلبی را هم در قرآن از امشان گفتیم ام آیات زیادی آمده که در قسمت عبادتهای قلبی هست اول عبادت قلبی نیت بود دومش اخلاص سومش ست چهارمش محبت پنجمش خوف ششمش خشو ششمش خشیت هفتمش هشتمش خشیت ها؟ باز از سر شروع میکنیم سعی کنین اولش عبادت های قلبی اولش نیت توحید در نیت دومش توحید در اخلاص سومش توحید در صد قراستی راستی چهارمش توحید در محبت و دوست داشتن الله صحیح شد این چهار تا خلاص شد میم در پنجمش پنجمش توحید در خوف ششمش توحید در خشو هفتمش توحید در خشیت هشتمش توحید در رحبت اینا لینیده ما شما امروز خشیت و رحبت هم میخانیم انشاء و تعالی اگر از خشیت خلاص شدیم رحبت ها میخانیم اگر نشدیم خشیت هم میخانیم باز رحبت شد بعدا خب خشیت چی را میگن؟ خشیت این علما میگن که خشیت هم به معنای ترس و خوف است به معنای ترس و خوف است در اصطلاح علما چه قسمی را تعریف میکنند میگن وقتی که ما در قرآن عظیم و شان تحقیق کردیم در احادیث شریف تحقیق کردیم خشیت خوف است که به امرای تعظیم یک جای باشند الخشیت و خوف یا تعظیم حق خوف داشته ورسره تعظیم همین علامه راغب چی میگه؟ میگه الخشیتو هی خوف یشوبه تعظیم و اکثر ما یکونو ذالک عن علم زیادتر میگه امی خشیت که میباشه ای از علم میباشه پس فرق بین خوف و خشیت چی شد؟ خوف عام مردم داشته باشن کل مردم از الله میترسن لیکن خشیت مخصوص علما می باشه این یخش الله من عباده العلماء یعنی خشیت کس او باز زیادتر مخصوص چی می باشه علماء می باشه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما ما چی میگه میگه لیس العلم من کثرت الحديث میگه علمی نیست که آدم زیاد سخن بگوید ولكن العلم من الخشيه عالم كاسسكي كي خشيات داشته باشه قلبا با الله متعال از الله بترسه و عظمت ازو ده قلبش جای داشته باشه خا ديگه عالم چي میگه میگه والخشوع هو الذل لعظمه الله فهمیدین ای خا در مورد خشوع گفتم خا عالم دیگه چی میگه؟ میگه ول خشیت و متضمنت لرجا خشیت توحیدی هست که به همراه رجا و امید یک جای باشن از این خاطر الله متعال میگه که فلا تخشوهم هم وخشونی از دیگرا خشیت نداشته باشین از ما بترسین خب آل خشیت چند قسم است؟ خشیت سه قسم است سه بخش داره ما چند بخش نشته کردیم؟ دو بخش اینا حالا سرمانه سر بخیزه بخش سومش هم زیاد کنه بخش اولش خشیت از خالق است بخش دومش خشیت از مخلوق است او رو موجه ای خط هم کش کردیم بالا این طرف بیا ای, ای نبوتو اینجا نشته بخش سیومش خشیت از وقوع یک حادثه اون رو رو من نشته نکده بودم چند, چند بخش شد خشیت؟ یکی خشیت از خالق است دوم از مخلوق سوم از یک وقوع یک خب آل سر خشیت و ترسی که از الله متعال می باشه این چند قسم است بازو دو بخش دارم یکی خشیت و خ... چیز توحیدی هست متوجه هستین توحیدی هست دومش چی هست خشیت از عدالت الهی خشیت اعتقادی توحیدی کدام یکی هست او خشیت است که انسان در قلبش ترس از الله باشه لکن به همراه محبت خوف رجا و تعظیم یک جای باشه یعنی انسان هم از الله بترسه لکن ترسش مثل ترس از مخلوقات نباشه انسان مثلا از شیر میترسه لکن محبت به امرایش نداره اما خشیتی که عبادت است که هم از الله میترسی و هم به امرای محبت داری و هم عظمت زو در قلبت است و هم امیدواری به رحمت زو می دا داشته باشی این یک خوف است از این خاطر ای در قلب انسان یک نوع اطمینان و آرامش ایجاد میکنه فهمیدین خب قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله قدسة بره خان سورة توبة آيات 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله متعلق <applause> إنما يعمر مساجد الله يقينا إعمار ميكنا مساجد الله مسجد الله کی می سازه او را؟ من کسی می سازه که ایمان بالله امن بالله ایمان به با الله داشته باشه یعنی اگر کسی ایمان به الله نداشته باشه از نگاه فیزیکی مسجد بسازه برای هیچ منفعت نمیکنه بعضی کساس مسجد از نگاه فیزیکی می سازه مرکز فاتحه و مرکز یکی مثلا فلانی قوم مسجد ساخت ما هم باید بزید از آن مسجد بسازیم اینجا الله مطال <سؤال> میگه انما یعمر مساجد الله یقینا آباد میکنه مسجدهای الله را من کسانی آمن ایمان داشته بالله به الله مطال و اليوم الاخر و ایمان داشته باشه به آخرت و اقام الصلاه و نماز برپا کنه و آت الزکا و زکات مال خدا بته و لم یخش الا الله و قلبا نترسه بغیر غیر از کی بترسه الله یعنی از هیچ کسی نترسه یعنی امو خوف سری میگن خوف سری که در قلب می باشه پنهان است ما رو دیدن هم و چه قسم است خوف سری که با محبت و با عظمت و با امیدواری چی می یک جا می باشن یکی از علما چی میگه میگه فمن شرط ایمان اخلاص الخوف لله یکی از علمای عقیده میگه میگه از شرط ایمان چی است اخلاص الخوف من الله تعالی که تو خوفت مخلصانه بر الله باشه كذلك من شرط الايمان میگه از شرط ایمان همین قسم که خوف از الله هست اخلاص الخشيه من الله سبحانه وتعالى که خشیت همس الله داشته باشیم عن عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها ام المؤمنین رضي الله عنها میگه میگن رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم یک شخص آمد پیش رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه از رسول الله صلی الله عليه وسلم فتوا میخواست یعنی يعني سوال داشت جواب اجرا میخواست وهي تسمع و من وراء الحجاب ام المؤمنين ما ما ميgap هاي جنا را از پشت حجاب مش يعني امهات المؤمنين به وجود ازي كه مادرای مؤمنان بودان باز هم كات مؤمنا از پشت حجاب gap ميزدن يا صدايشونو مش نيدن فقال شخص رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري كني صلاته و انا جنب میگه وقت نماز میشه در حالی که من جنابت دارم فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا تدریکونی صلاة و انا جرب از ما می میشه وقت نماز میشه و ما در حالت جنابت میباشیم. انسان است یک حالت عادی است برای خب شخص میده خب این شخص گفت فقا... کنی صلات و انا جنبون فعصوم میگه اینجا کدام نماز برش من منظورش هست مگه منظور از شخصی است که مثلا یک نفر شب خواب میکنه یک وقت آزان صبح داده میشه و این سحری نخسته وقتی که بیدار میشه که در حال جنابت است مگه میگه اینمی وقتی که وقت نماز صبح داخل شد و من در حالت جنابت هستم افعصوم آیا من روزه بگیرم یعنی منظورش از آدمی که جنوب باشه میتونه روزه را شروع كنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنوب فاصوم محم هم داده میشه بعض اوقات در حالت جنابت می باشم وقتی که روزي روزه خدا شروع میکنم روزه رو به در منظرش چی است که این روزه فقال میگه این شخص لست مثلنا يا رسول الله تو مثل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تخو كسيستي كي الله مطال قناها قبلي وبعدي ترى كده فقال ميقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف والله قسم بالله با هس اني لأرجو ان اكون اش اخشاكم لله ميقى ما اميدوار هستم كي از شما كده خشيات وطرس ما از الله چی باشه بیشتر باشه و اعلمکم بما اتقی و مه بسیار از شما کده عالمتر باشم به با آن چیزه که مه تقوا می کنم یعن مه باید از شما کده تقوایم بیشتر باشه یعن ایمانا نیست که اگر مر الله ماف کرده مه ما باز تقوا نکنم یا مه خشیت نداشته باشم در قسمت خشیت آیات زیادی آمده که اینمی خشیت چی هسته؟ خشیت چی است؟ توحیدی هست پس هر انسان مؤمن موحد قلبا در قلب خود از الله ترس داشته باشه و اینمی عبادت قلبی هست الله مطال در بسیار آیات قرآن میگه که فلا تخشو الناس وخشونی شما از مردم نترسین و و از من بترسین سوره مایده آیت 44 در آیت دیگی که آمده هست دو هم الله متعال میگه فلا تخشوهم و خشونه از دیگران نترسین فقط از ما بترسین سوره مایده آیت سیوم در آیت دیگه هم الله متعال وَالَّذِينَ يصلون ما امر الله به ان يوصل وَيَخْشَوْنَ ربهم وَيَخَافُونَ سوء الحساب سوره آيات آية 21 است یعنی کلش خوف توحیدی رو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى بخاني إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه آية أول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى

ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق السماوات والأرض ممن خلق الأرض والسماوات العلى طه طه این حروف مقطعات است طه ما معنایش را نمیفهمیم الله اعلم بمراده الله معنای زیر خوبتر میفهمد ما انزلنا عليك القرآن الله متعال میگه که ما نازل نکردیم إنجا الله متعال زمیر جمع استعمال کرد ما به شما گفته بودیم که در وقتی که توحید بیان میکنه زمیر مفرد استعمال میشه و در جاهایی که الله عظمت و بزرگی خودن بیان میکنه باز اونجا زمیر جمع الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت و جلال خود نازل کردیم علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا نازل کردیم القرآن قرآن از این را اینجا ما انزلنا ایما مای نافیه هست ما انزلنا نازل نکردیم سکر ما اشتباه کردم باید شما متوجه میبینیم اینجا نا... ما مای چی نافیه هست الله متعال که ما انزلنا ما نازل نکردیم قرآن عظیم و شانه بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لتشقا تا تو در شقاوت یا در رنج بیفتی این قرآن عظیم و شانه نیست که تو در رنج بیفتی بلکه قرآن از مشان برای این نازل شده که سعادت دنیا و آخرت برای شما چی کنه؟ حاصل کنه، نصیب کنه. بر چی خیلی نازل شده یا پاک پروردگار؟ الا تذکرتن. این قرآن از مشان که است یک پند است، یک ذکر است، به یاد دادن است برای کی؟ لمن برای کسایی که یخشا اینا قلبا از الله میترسن. پس بر انسان هایی که از الله میترسن و به الله محبت دارن با الله امید دارن این قرآن از مشان بر از یاد هست بر از اینا سعادت است و خوشبختی است این قرآن از مشان از کجا نازل شده تنزیل تنزیلا نازل شده هست ممن خلق الارض و السماوات الاولا این قرآن از مشان کتاب او ذات هست که آسمان ها و زمین خلق کرده خلق الارض زمین خلق کرده و سماوات الله و آسمانهای عالی و بلنده ایناله اینجا ما شما دیدیم که چی شد کلمه یخشا ترس برای چی آمده ای ترس توحیدی هست یعنی کسی که به وحدانیت الله باور داره و قلبا با الله هست و فقط از الله میترسن خب ال دومشامفدومسمشوفای قسم دومش وف است که از عدالت اله انسان چه میکنه میترسن الله متال مه که درسورالؤمنوندر سورالمؤمنونآیتت در إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين يقينا كسانك هم إشان من خشية ربهم أسترس الله أعظم خشية رب پروردگار خود مشفقون چی دارن در حراس و ترس هستن در آية دیگه در سوره انبیاء آیت 28 در اونجا هم الله متعال میگه که و من خشیته مشفقون اینجا هم امو ترسیده گرفته که انسان از عدالت الهی میترسه امام بخاری رحمت الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلام این خشیت چه قسم معرفی میکنه امام بخاری رحمت الله علیه در حدیث 6308 روایت میکنه عن الحارث بن سوید حارث بن سوید رضی الله تعالی عنه میگه که حدثنا عبدالله عن النبي صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام چی گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلام امی خشیتی که انسان از عدالت الهی میترسه یعنی چه قسم رسول الله صلی اللہ و سلم بیان کرده میگه ان المؤمن یرا ذنوبه کانه قاعد تحت جبل فرق بین مؤمن و فاجر چی هست انسان مؤمن میگه قلبش چی قلب داره چی قسمی عادت می داشته باشه میگه انسان مؤمن وقتی یک گناهی از پیش ازی میشه ولو گناهی بسیار کوچک باشه یک گناهی بسیار صغیره باشه میگه امی گناهی صغیره خود اد احساس میکنم مثل که فعلا من در زیر یک بار کلان مثل یک کو زیر یک کو قرار داشته باشه من بندازی یک کو گناهی خود بلند احساس میکنم که من اشتباه کردم یعنی انسان به طرف گناه سهل نکنه که گناه کبیره است یا صغیره هست به طرف این سهل کنه که مخالفت کدام ذاتی را میکنه وقتی که اینا انسان ولو یک گناه صغیره هم باشه چون در رو مخالفت حکم الله هست اینمی به اندازه کو قلب مسلمان به نظر مؤمن امی قسم معلوم میشه و رسول الله که این المؤمن یه را ذنوبه انسان مؤمن گناه های میبینه كأنه قاعد تحت جبل اتفكر مي ميكنا كما زيري يكون شستم يخاف أن يقع عليه مي ترسك همي كود فرق ما خطا خورا بلرزت كوه گر او را ببیند زحیبت جایگاه بی نمازان فهمیدین؟ هم وقتی که جایگاه همون جایی که بی نماز ششتم را کسل میکنه هم, هم دلرزه انسان مسلمان انسان مؤمن انسان که خشیت داره ای گناه خود. که خودم مثل یک کو میبینه مثل یک کو در والای باشه چه خطرناک است میگه والا چی اگه اشتباه کردم غلطی کردم و این الفاجر، انسان فاجر چی عادت داره انسان بیدین یرا ذنوبه که مر علی انفیهی او را مثل یک پشه میبینه که اثر در سر بینی شیشتا بود و تیر شد یک گناگه کرده میبینه قایده پشه ها؟ دیگه او همو گناگه که یک پشه که در سر بینی شیشتا باشه پس این فرق است بین مؤمن و بین فاجر فرق مؤمن و فرق فاجر شد چرا مؤمن که است در قلبش خشیت الله است ترس الله است از عدالت الهی میترسه هر قدر عبادت کرده باشه بازم اگر یک گناه کوچک میکنه و گناه خدا به اندازه کو حساب میکنه اما انسان فاجر بیدین چون تحت قلبش در تسلیم شیطان ساخته قلب خدا و شیطان برش را, را پیدا میکنه و شیطان برش میگه که باز میخیزه میگه که او برادر گویند خوردن مای در این شهر حرام است این مردم میگه که شراب خوردن حرام است آن چیز که حلال است در این شهر کدام از چی حلال است برای خود دلیل پیدا میکنه انسان مسلمان وقتی که اون کار گناه رو در جای که میبینه مثلا یک جوان دیندار از دید که چهار نفر جوان ها انسان های بیدین ششتن لدو میکنن یا قطبازی میکنن یا کرم بول میکنن فاهمیدین؟ یعنی همی چیزا که کمی دید از این پیششان تیر میشه فرار میکنن اما انسان بیدین که از دو ساعت سی ساعت چار ساعت وقت خود از زایی کرده بازو میخیزه برش عادی که هیچ کار نکرده باشه پس انسان باید خودش خودم مقایسه کنه که من فاجر و فاسق و بیدین هستم گناه ها در مقابل گناه ها بتفاوت هستم و یا ای که اگر یک اشتباهی اندکی از من و او به کوه احساس کرده و بسیار میترسه که

لقمان سي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود يَغُرَّنَّكُمُ الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم الله مطالب جاي مردم اتقوا بترسين ربكم از ربتان وخشو بترسين يوما ازو روزي لا یجزی والدون عن که اون چه بکار نمی یا منفعت رسانده نمی والد والدون هیچ پدر ان ولدی از فرزند نیست سعی کنین بعضی کسا میگه پدرم آقا صاحب است پدرم عالم است پدرم مولوی هست پدرم شیخ الحدیث هست الله مطال میگه روز قیامت که هست پدر به فرزند خود هیچ چیز کرده نمیتانلا یجزي والد عن والد ولا مولود هو جاز عن والده شیئا در روز قیامت فرزند هم بر پدر خود هیچ کاری کرده نمیتانه ان وعد الله حق وعده الله کس حق اس فلا تغرنکم نکم الدنیا پس شما را مغرور نسازه شما را فریب نده زندگی دنیا ایتیاد کنین که در زندگی دنیا فریب نخورین 20 سال پیش کسای را ما دیده بدیم که در اوج قدرت و پیسه و مال و امکانات سهل میکرده میگفته اوه 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 توی رسه اما شخص امرو سهل میکنی زیر کوتا خاک است قبرش هم کنی دمی جای دفنش کرد صبحکی بری که سر قبرش چلتا تا حیوانات تا والا میشن یک وقتی که تو در راه میرفت سنش سهل میکردی که اگر پیرانش یا خنش یکمه که چی میبود دیگه نفرای نفرهای خدا بیاب میکرد که کالای ما شدو. سر پیش بی بینی ما یک پشت کش حال بسیاری کساست که زندگی دنیا موتر دیگه که میرفت که سایل میکد ازو او کده دیگه موتر لکس نباشه میباید باید از برما لوکس مخ... لکسترین موتر استایل دیگه ازو او کده دریشی لوکس اما خبر نداره که آخری استایل که انسان میپوشه کفن آخرین لباس چیست؟ کفن است اما جای بسیار لکسه که خانه که دو داخل شوی باز پس نبرای قبر اینا الله متعال میگه فلا تغرن نکم الحیات الدنیا این زندگی دنیا شما را مغرور نسازن شما آدم هستی چرا آدم هستی؟ به خاطر از این آدم هستی که اول علف واره می باشی سعی نه؟ اول چی واره می باشی؟ واره هم بالا می باشی یک مو یک هم هم تا همه تو ستایل داره که تو مد کالکولا که دارم چیز باز یکان دفتر تا کالکولا خدا باز کسر خوبایم باز کار که اول علف واره می باشی باز چل سال بعد که سهل کریم دال واره قات میشی باز چل سال بعد دیگه میم واره کل زندگی تو چل 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 هست دهی چل علف استی چل سال بعد دال استی چل سال بعد دیگه باز چی هستی؟ میم استی یا مرده استی یا در حکم مرده سیف می شدن دیگه پس بسیاری کسی است که زندگی دنیا اون آنقدر مغرور ساخته که نماز الله را درست نمیخانه و در روز قیامت باز دیگه اونجا پینجا هزار سال که در میدان حشر مان باز میگه او یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی کاش کن و لا يغرن نكم و شما را مغرور نسازه و فریب ندهد بالله درباره الله الغرور های شیطان شیطان بسیار انسان ها چی می سازن؟ می, برد می برد. تو هنوز جوان هستی از تو که قوی کس نیست از تو که قدرتمند کس نیست آل وقت است باز یک وقت نماز خود خانی باز یک وقت عبادت خواد کردی اما خبر نداره که چی هستن؟ یک دفعه سر انسان مرگ می دیگه اینجا هست که انسان مسلمان الله متعال میگه بترسین از عدالت روز قیامت روز قیامت وقتی که ترازوی عدالت گذاشته شد باز از هر کسی عادلانه پرسان میشه بخش دوم که ما و شما اینجا خانیم بخش دوم چی هست؟ خشیت از مخلوق هست خشیت از مخلوق چند قسم هست؟ سه قسم هست شرکی هست حرام است و طبیعی هست خشیت شرکی کدام یکی هست؟ خشیت شرکی همون هست که از مخلوق در امور بترسی که در او قدرت نداره غیر از الله در چیزی که قدرت مخلوق نمیرسه از مخلوق بترسی این خشیت از مخلوق میگه الله متعال میگه فلا تخشوهم هم از این بطه ها از این قبر از این مخلوقات از این تواقیت از نترسین و این خوف سری میگن در خوف سری شرک چه قسم است میگه او هو ان یخاف من غیر الله میگه ای که از غیر الله بترسه من وثن از یک بود بترسه او طاغوت یا از یک سلطان ظالم بترسه که او ضد شریعت الله حکم میکنه او میت یا از یک کسی که فوت شده از او بترسه او غائب من جنن او انسن یا از چیز غایب از انسان یا از جنیات ان یسیبه به ما یکره که او برش خدا مکروهی را ایجاد میکنه و هیچ او دغم جان خود است از این خاطر میگه بود پرستا چی میگفتن این ما شما در باب خوف هم خاندیم که قوم هود علیه السلام برای هود علیه السلام چی میگفت این نقول الا تراک بعض آلیهتنا بسو این میگفت که ترا یعنی بودهای ما ترا یعنی چی کردن به عذاب گرفتار کردن آلا هم بسیاری کساست این قدر میترسن از از یک کفتر میترسن نام خدا مسلمان میمانه میگه کفتر زیارت بکشی این کفتر رو میکشه اینش کفتر در ربوبیت الله داخل کرد خشیت به از به کفتر از کفتر میترسه در حالی که کفتر بیچاره اگر قرمام کنی او هیچ خبر نداره از جان خود چی گفت پس بیچاره نه فرق بین از این مرغای دو صدر پگی که چیزا ماندگی است اه؟ دو جالیا که ماندگی از در قفص ها این ها الفرق بین از بین از این کفتر چی هست؟ و هم یک مخلوق هست و هم هست لیکن از این میترس از اون هم میترس حتی قصابه که بگی اینه قصابه ها لا کافتر؟ کفتر نه 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 کفتر من 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 نمی کشم یک در کفتر همی که خواست شاید هم شیره ببر پیش صد قصاب اگه ایمانشان رو معلوم بیکنی یا کش نمی کشم فهمیدی؟ آه. در حالی که مرغ چقدر کت هست مرغ کلنگی رو ببر آجل برد میگه یک بیستی بیتی میکشون اما این بیچاره به بی کلنگ است این چی است؟ خشیت شرکی هست که از غیر الله امو قسم بترسی که تو از الله میترسی ولی ما از الله میترسیم که اگر گناه کنیم یک دفعه غضب الله سر منازل نازل میشه مثل قوم لود قوم سمود قوم نوح عليه السلام من يعني را الله متعال اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اگه بخواد کس هلاك کنه کافر میتونه که اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اینا اینی حکم الله که کن فیکون است ایره به چی میتن به یک پرنده میتن یگان تا بزاس یک وقت مشرکین چی عادت داشتن یک تعداد بزا و یک تعداد گوسفندا و گاو و شتر اعلام میدادن در منطقه باز اگر میگه اگر ای گوه کس بکشه یا غرز بگیره با سرزی عذاب نازل میشه بطهای ما باز اینا رو تباه میکنه این مخصوص بطها هست باز گوه و شطرا هم تا لندقه هر میگشتن این ای جاهلیت کلاسیک بود قدیم جاهلیت معاصر که سهل کنی که یک نفر سهل کنی موترش بسیار لوکس است لیکن که ترون موتر لکس پیش یک گوه استاد است برو نه 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 بایی اگر از پیش ازی گاو تیر شوم یا آران کنم که گاو گوشک خودش قار شوه محترم تکت تکا میکنه از <applause> این خاطر در اندوستان وقتی که بیرید یک دانه گاو کنم این سرک آمده کل کلی قرار استاد از دیگه او گاو دیگه هم تو سهل میکنه ای لو دگه بازی تا خدا دیگه ای لو افسوس که کرامت شما رو من میداشتم ای, 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 ای فزی نکتایی ای فزی دریشی ای فیزی موتر دو هزار و عشتر هایی موتر دو هزار و عشتر است عقلش از ابو جهل هم کده به تره الله اللهم این یعوض بکه من قلبم لایخشا یا الله به تو پناه میبین رسول از از الله صلی اللہ علیه و سلام از قلبی که از الله نمیترسه وقتی که از الله نترسیدی از کل مخلوقات میترسید از کل دنیا از الله که ترسیده کل دنیا از تو میترسه فهمیدی یعنی کل دنیا از پشت تو میترسه قسم دومش خشیت و ترس حرام است این ترس حرام چی است که انسان میترسه او چی است رو که انسان و ما علیه خوفا من بعض الناس چرا این کار نمی والا از مردم به ترسم بسیاری علما را ببینی مقتدی های خود در شرک مبتلا دی میبینه از ترس مقتدی های خود چیز نمیگن اگر بگویم باز مرا مردم میخیزن سرم نام میمانن خیر است سر رسول الله سم نام نمانده تو از رسول الله سم که در ادبیت بلند است رسول الله صلی الله علیه و سلم تا چل سالگی طیب میگفتن طاهر میگفتن صادق میگفتن امین میگفتن اقدر مردم دوستش داشتن که بسیار زیاد بود اما وقتی که دعوت توحید شروع کرد باز گفتنی کاذب است، ای دروگوی است، ساحر است، ای جادوگر است از خانه کشیدنش، لطش کردن، زدن، پیشانوش خون پیدا کرد ای کلش به خاطر چیز شد؟ به خاطر توحید شد آل ما از رسول الله صلی اللہ که در ردبه ما زیادتر است خیلی است که یک چهار کلمه گفت، آل گف بعد هم نمیگه من که ساحر نگفته، زیادی قارش بیای باز میگه وحابی. وهابی خوب است یعنی تو بنده خوب وحاب هستی چی معنا یعنی الله خوب تو را تحفه داده واقعا با ما شما باید وهابی باشیم چرا وهاب به معنای او که بسیار تحفه میده و بهترین توفیه الله عقیده هست عقیده توحید است از این خاطر هر کسی که عقیده توحید خوبش داشت و وهابی میگن چرا بهترین نعمت خود الله بر بسیاری کسا به عقل زده میگه پا خفه میشه خوشحال شو خوشحال شو کاش که الله مطال بر ما این را در دنیا عقیده سالمه بده و امو ذات وحاب در آخرت جنت نصیب ما کنه در دنیا عقیده توحید است حسنات دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله بر ما حسنات دنیا را بده حسنه دنیا اساس و بزرگی است. عقیده توحید است چرا کلی چیز به شیمانی داره عقیده توحید به شیمانی نداره وقتی که عقیده توحید داشتی خلاص ملک امو منکر و نکیر هم ام که آمد اول در قبر چی پرسان میکنن؟ ملکانی، اسودانی، ازراقانی، دوتا ملکه همه خوب همه تو سیاسی خوب خوبه تو چشمایشان هم سبز سبز همه ترساننده تو هم دو بین قبر هستی بخی بیشی آتی که ششتی من رب بک کیس رب تو؟

روزی دهنده ما الله هست شفا دهنده ما الله هست دختر برم داده کی داده الله بچه برم داده کی داده الله زندگی برم داده کی داده الله زندگی بعد از کی از اختیار کی است الله مرگ ما کی وقتش تعیین میکنه الله تمام نعمت ها رو بر کی داده الله پس رب ما رب العالمین است اما اگر کدام روزه کی، با کدام به نام کدام مخلوقه کی، کدام نظره کی کرده باشی گه بازی زبانت بند میشه <applause> میخوایی بگی الله با توفیق در زبانش نمه چرا شرک کرده انسان موحد میگه ربی الله و یعنی چقدر سخته؟, سخته بسیاری کسا رب خود بوته ساخته رب خود قبره ساخته رب خود زیارت ساخته رب خود که زندگی و مرگ از رو تغییر میده یک پرنده ساخته بعضی کسا رب خود صف... ربوبیت الله را به یک موره میده به یک موره یک این موره را چرا گردنش تو که تنداختی؟ میگه این باز حفظش میکنه از, از, از بالاهای رو نگاه میکنه پس صفت ربوبیت الله را برای کی داد؟ به اون مورگه داد. که بعضی کسا دا بسیار دادی رسول الله صلی الله من علق دان هر کسی در گردن خود مورگه کویزان کرد چوبه کویزان کرد سنگه کویزان کرد صدفه کویزان کرد توماره کویزان کرد به خاطر ازی که من از بلاها نگاه بکنه فقط اشرک یقینم که اینمی چیزا را با الله در صفات شریک ساخته باز قبر جوابش هم باز قبر جوابش هم و اگر ما نگوییم باز ما در قبر در روز آخرت مسئول می باشیم چرا شما نگفتید؟ اینه باز وقتی که برشون گفتیم باز این نفر فهمید نه به کس قبول نمیکنه کس قبول نمیکنه قبول میکنه یک منزله شobat نمیکنه در منزله باز خودش میفهمه روز در قبر و علین تبلیغ کار پیغمبرا هست و هدایت کار الله هست رسول الله صلی الله علیه و آله 24 ساعت میخواست یا الله کاش که کاکای ما کلمه الله برش که انک تهدی من احببت ای پیغمبر تو کسی را که دوز داشته باشی هدایت کرده نمیتونی ولکن الله یهدی من یشاء الله هر کسی که بخواست او هدایت میکنه از این خاطر بعد دست ما خونه است باید وقتی که هر وقت دعوت میکردین در دعوت هر کس گفتان کس قبول نکرد هیچ وقت خفه نشین تا هیچ وقت خفه نشین وقتی گفت قبول هم نکرد یک بوتل کوک هم بیرخ یک یک تا خفه نشدی گفت قبول نکرد نه چرا؟ به خاطر ازی که در روز آخرت دست دیخن ما نمی باشه دست ما باز دیخن و تو می باشه چرا باز انسان های بیدیل خود در روز آخرت هم میگن ما خود جاهل بودیم ها؟ ما خو به جهل داشتیم حال ما برشان میگیم که امی عذر به جهل چی شوه؟ ختم شوه امی که شنید باز دیگه عذر مازر خلاص هست فهم نه؟ امی درس های ما رو کمی کم کم بشنه و اینشالا عذر مازر چی هست؟ خلاص پس خوف حرام کدام یکی است که ان یترک الانسان ما یجب علیه که انسان کاری که سرش واجب است فرض است او را ترک بکنه خوفا من بعض الناس فهذا محرم و هو اصغر. علماء شرک, شرک اصغر علما میگن هم شرک است لکن این شرک اصغر است این از دایری دین نمیکشه صحیح نه لیکن کسی که به خاطر یک مخلوق یک عمل نیک ترک میکنه از زنا هم گناهی خطرناک کرده چرا گناهی که چیزی که گناهش بسیار زیاد باشه به با شرک میگن لکن میگه شرک اکبر نیست شرک چی است از دیندار است خو برای غرق ده دیندار ده دیندار است خو کشتیش غرق شده چرا خوف الله متعال میگه میگه سعی کنین شما مسلمان ها که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم عادت داشتن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم مسلمان های واقعی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه صفت داشتن در غزوه خندق او را غزوه خندق هم میگن و غزوه احزاب هم میگن در غزوه احزاب کل ملت های کفری جمع شدن کل ناتوی او وقت یکی ناتوی وقت بود یکی ناتوی آله هست کافرای اعضای ناتوی قدیم به ضد رسول الله صلی الله علیه سلم جمع شدن باز جاسوس های خود روان کردن که شما برین بر بگوین که بترسین الله متعال م ك ا خو بندهاي خاص الله بودن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ه شخصيتها بودن کسایی بودن که قال لهم گفت برشان الناس و مردم ها این الناس قد جمع و مردمها مردم ها جمع شدن یقینا کلشان یک جای جمعشان اجماع کردند که شما را نابود کردن فخشوهم هم بترسین از اینها اینمی گپی از اونا و امی جمع شدن دشمن های الله بر از اینا چی تاثیر کرد؟ فزادهم ایمانا الله میگه این مؤمن نترسیدن إيمان شان چی شد؟ زیاد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل گفتن کافیس كافيس ما الله بهترين محافظ ووكيل وکیل ما کی الله الله متعال میگه وقتی که این اي قسم ایمان داشتن این قسم عقیده داشتن این قسم داشتن الله تعالى فانقلبوا بِنِعْمَةٍ من الله وفضل بس انا برگشت کردن با چی با نعمت الله ام الله نعمت برشان داد و ام فضیلت برشان داد مقام و داد. لم يمسسهم سوء هیچ ضرری به آن نرسید هیچ رضوان الله والله ذو فضل عظيم يا متابعت كذا نظر زيت الله والله صاحب فضل بسيار بزرگس إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه او مردم اتیاد کنین این شیطان است که دوستای خدا میترسانه اگه دوستی با شیطان هم کردی در قلب ترس از مخلوق ایجاد میکنه و یا هم بعض اوقات یخوف المؤمنین به اولیائهی یه قسم هم مفصل میگن که یعنی توسط دوستای خود شیطان مؤمنه را میترسانه که یا بسیار زوردار هستن یا بسیار قوی هستن یا بسیار شدور اسن. الله مطال چی میگه فلا تخافوهم و کنتم مؤمنین پس از اینا نترسین الله میگه فقط از ما بترسین اگر شما مؤمن هستین ما خوانده بودیم نه دیگه از جمله خوف حرام چی از بسیاری وقتا در خوف حرام چی است یک نفر اولاد و خدا میکشه به خاطر چی به خاطر فقر و تنگ دستی ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق الله متعال میگه که شما فرزندای تا را نکشین از ترس فقر و تنگ نحن و نرزق و که الله زمیر جمع استعمال کرده یعنی الله مطال چی میگه میگه نحن ما با قدرت خود با عظمت خود با جلال خود با صفت رزاق بودن خود نرزق و هم اونا را هم رست میتیم اولادای تا نه و ایاکم و شما را هم

وقتی که ازدواج نکرده بودیم بسیاری وقتا به نان چاشت ایران می بودیم کال نان چاشت چی قسم بخوریم هم مجرد در کسل بسیاری وقتها به در نان چاشت ایران ما چی بخورم سیزنی اما وقتی که ازدواج میکنه ببینید بی, 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 بی میره که در خانه پلو باره است یعنی این چی هست الله متعال اما اران کس که دندون دهد نون دهد <تصفيق> <تصفيق> ایرانی یک مطال بگه خب میگه هر کسی که دندان میته چی میته؟ اگر تو یه طور وسیله میسازه پدر هستی شش تا اولاد داری اینه پدر رزق از اون فقط در دست پدر رایش میکنه اگر پدر نباشه در دست یک کسی دیگه متوجه هستی؟ <تص> پس الله مطال از این خاطر وقتی که تو پدر شدی بسیار لکس میشی مجرد که باشی به با یک نان خودی تیاج استی ازدواج اولاد کردی اولاد دار بودی با سه وقتا نان تضمین شدگی است با میدید یعنی این بچه های جوان که میگردن بسیاری شکل پدرشون سرشان قار باش ایران میمونه کل نان چاش چطور کنیم اولاد دارا که دار تر تر کرد که در ترتر کرد هنوز نشتر وقت سرخان. او دست برش رسیده پس الله متعال میگه نحنو ما با قدرت و عظمت خود نرزقهم هم ام اونا را رزق میتیم و ایا که ما هم شما را ای کار نکنیم پس خوف چی هست؟ حرام قسم سه هم خوف چی هست؟ خشیت عادی و طبیعی هست خشیت عادی و طبیعی چی هست؟ و هو الخش و خواب الخشية من عدو أو سبع أو غير ذلك فلا فهذا ليس بمذموم يعني طبيعة إنسان از دشمن ميترسه از حيوانات درنده ميترسه از ظالم ميترسه بس ايش است اي خشية طبيعة و در هم مثلا آيات قرآن آمده است موسى عليه السلام الله مطال ميگه و لقد وحینا الى موسی فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى اسبيش لا ترس طبيعة الانسان وقت يدخل البحر بحر ميترس لكن الله ما يقول لا ترس انجا ما امرايت كومك اي خفاي تشيستا خشيتي عادي عادية بعض اوقات خشية طبيعية حتى وأم تَبِيعَات كاس... مخلوقات التبيعات أز الله و وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنحار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء منه الماء وان منها لما يحبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. بخن قول سيف سوري بقراءه حفظ الشعر ثم قصد قلوبكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوا. وان من الحجاب لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله انال ینه الله متعال میگه که ثم قصت قلوبکم بنی اسرائیل که الله متعال بر از نها خلافت داده بود بر از نها قدرت داده بود بر از نا پیغمبرها زیاد آمده بود لکن قلبهای از نها قاسی و سخت شد من بعد ذلک بعد از این ف هیه کالحجرة او اشد قصه یعنی بعض اوقات قلب های انسان ها مثل سنگ واره میگردن او اشد دو قصفه یا بعض اوقات میگه حتی از سنگ کرده هم قلب انسان چی میشه؟ سختتر میشه و این من الحجارتی حتی ببین یکی تکوینی هست یکی تشریعی یکی خلقت تکوینی هست یکی احکام تشریعی است در خلقت تکوینی که انسان خلق کرده حتی امید سنگ ها هم که هستند کلشان تسلیم حکم الله هستند کل مخلوقات تسلیم حکم الله هستند و من الحجارت لما یتفجر من هلا نهار بعضی از سنگ ها هستند که از اینا انفجار میکنن اما از بین سنگ دفع دفعه انفجار میشه جاری میشه روان میشه از اون چی؟ الانهار آب اما منفجر میشه وان منها لما يشققوا بعض الصنغه هاس كشق ميشن فيخرج منه الماء ازنمو سانغ سخ او بيسيار شيرين بريان وان منها بعض الصنغه ها ديگاس لما يهبتو من خشيه الله كاز كو بلان سقوط ميكن از ترس الله الى حاكميه تكويني الله كبقدره الله سانغه هاس كاز كو ها چي سقوط ميكن ولی بعض انسان ها هست که قلبش قدر سخت شده که ای از الله نمی و ما الله بی نما تعملون لیکن الله غافل نیست از آن چیزی که شما عمل میکنین یعنی تو فکر میکنی نماز نمی خانی. الله بی خبر است تو گناه میکنی الله بی خبر است اشتباه میکنی الله بخبر خبر است خدا فریب میتی الله بی خبر است الله از ذره ذره اعمال ما شما با خبر است لكن ذات رحمان الرحیم است بر ما فرصت میده میشه که یک روزی ها؟ رجوع کنیم به طرف الله اشتباهات خود ترک بکنیم پس اینی خوف یا خشیت چی است؟ بخش سه اوم خشیت از وقوع یک حادثه هست مثلا در سوره نسا آیت نوم الله متعال میگه وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَتًا دِعَافًا یعنی شما از ضعیف بودن اعضای خانواده تان بترسین این خشیت چی هست عادی هست که انسان باید بترسه مثلا وقتی که اولاد دارین مالتان به جای نکنین که اولادایتان بعد از مرگ شما چی نشن یعنی دا سختی و فلیت تق الله و یقول قولا سدی یا سخنای نیک بگوین بعضی کسا هست که حق اولاد خدا زایی میکنه مال خدا می بر... مردم می‌بخشه یا بر هر کس دیگه می یک وقتی وقت فوت میکنه اولادش هیچ چیز ندارن. زیادی قسم خشیت ها هست مثلا از خرابی تجارت بعضی کس ها شما از, از... از تجارت خود می بعضی کس ها و ترس از آینده والدین خود اقسام چی از خب اقوال علما درباره خشیت چی هست عمر ابن خطاب رضی الله بر مسلمان ها یک نصیحت داشت نصیحت عمر رضی چی بود عمر رضی الله بر مسلمان ها نصیحت میگرد و میگفت که لا تصحب الفجار اگر تو شارسی امرای بی انسان های و گناهکار و کسی که فرمان الله را اطاعت نمیکنه یکی فاسق است یکی فاجر چی فرق از بین فاسق و فاجر این عمر رضا تان بگم رای فاجر ها نباشین فاسق کسی که یک دفعه یک گناه را میکنه این فاسق است سهیست اما اگر این گناه را تکرار کرده میره تکرار کرده میره باز این چی میشه فاجر میشه یک دفعه سگرت کشیدی فاسق هستی اگر عادت سگرت هست باز فاجر هستی یک دفعه خدا کل کرد فاسق است کل میکنه فاجر میشه یک دفعه مزاق میکنه یک دفعه غیبت میکنه فاسق است عادتش شده این فاجر است و میگه با این انسان هایی که عادت دارند به معصیت امروز از دوستی نکنیم چرا؟ میگه اگر دوستی کردی باز ای باز تو هم یاد میگیری از گناه از اون بابدان کم نشین که بدمانی مانی خوپذیر است نفس انسانی کت سگریتی که یک چند خود به خود بخواد سگریتی میشی کت بیدین بیدین میشی وحدر صدیقه که الا امین میگه از دوستی که داری از او هم بترس تنها از او نترس که او کاره. خی امین کی هست و مرا در امین الا من خشی الله کسی که از الله نترسید او امانت کار نیست واستشر الذين یخشون الله مشوره هم که میگیری از کی مشوره بگی از کسی که از الله میترسن از این خاطر میگه وقتی که شما اگر کدام وقتی یک مریضی می داشته باشین پیش یک دکتر که از الله می که از اون مشوره کنیم یک دکتر از الله نمی برات برد میگه که هیچ نماز برو روزش نگی باز یکان تاست که آقا دکتر سه مرا گفته یگان تا مردم باز بازوا با عادت دارم ما ایدیم همین مردم ها جوان ها را زیاد دیدیم یگان کار که میکنن با باز همی را تقسیم کردن باز مه می میگه من خارجی میخوایم کار کنم باز میگه ولی اون مولای صاحب کس بسیار نرم است باز بریم از او پرسان کنیم باز پیش از او میرن ما میدی بسیاری ها او بچه کجا رفتی نه والا ما باز از یک مشوره گرفت مولا همیشه خزمه مشوره میگرفتید اینجا چرا که ما مشوره نکردی نه والا استاد دیگه اینا والا ما را دلت میگه که مشوره میکنی اینا چرا اون انسان که فتوا میده خودام در دوزخ میبرد تو را فتواهای غلط مشوره های غلط خب ابو دردار رضی الله عنه چه میگفت؟ میگفت تمام تقوی ان یتقی الله العبد حتی یتقیه من مثقال ذره تقوا هو است که انسان یکقدر خود از گناه نگاه کنه حتی از یک مثقال ذره هم اگر یک گناه باشه از او هم خود وقایه بکنه به خاطر چی چون خوف الله در قلب ازی عن ابن عباس عب... ابن عباس چی میگه میگه الله متعال میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء سوره فاطر آیه 28 قال العلماء بالله الذين یخافونه عالم به الله کسی که از الله بترسه او کسی که از الله نمیترسه او عالم نیست سایس یک چهار کتاب خوانده لكن پیش الله عالم حساب نمیشه چرا علمی که عمل نداشت تخلصش چی میشه؟ دالین مغضوبی عليهم. مغضوبی عليهم. مغضوب علیهم مغضوب علیهم مغضوب علیهم کی عالم است که عمل نداره تقوا نداره ترس نداره خب بیایم در بخش دیگه ایش که فواید خشیت چی هست چی فایده داره که اگر ما خوف و ترس از الله داشته باشیم. خشیت توحیدی از عدالت الله یک انسان میترسه. علما میگن که کسی که از الله میترسه فایده چی از نتیجه چی است؟ این فوز بل جنات و نجات از دوزخ. یعنی جنت حاصل میکنه و از دوزخ نجات پیدا میکنه دلیلش چی است دلیلش میگه در سوره قاف است که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام برش میگه داخل شو به سلامتی در جنت سوره قاف آیه 33 تا 35 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن من فعات خشية شيئس هم مغفرة الله قناهايتا و وهم أجر كريم ميتا سوري ياسين آيات يازدهان دوم فایده ایش چیست از فضای اکبر یعنی او روز خطرناک درد بسیار بزرگ است روز قیامت از این نجات پیدا میکنه فایده سومش چی است میگه کسی که از الله میترسه محبت الله نصیب ازی میشن عبدالله ابن مسعود دلان هم میگه که کفا به خشیت الله علما اگر میخوای عالم شوی خشیت الله را در قلب جای بته تو عالم هستی خب چهارم چی هست سعادت دنیا و آخرت نصیب از انسان میشه سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشه پنجم چی هست خشیت قلبی دلیل هدایت قلبی هست کسی که قلبش ترس داره معلوم بشه که قلبش الله هدایت کرده سید من یخشه سوری اعلا آیت دوام کسی که احساس مسئولیت میکنه و از الله میترسه اینمی هدایت میشه خشیت الله انسان از معصیت و گناه حفظ میکنه ششمیش خب آل فرق میک بین خوف خشیت ایچی فرق است خوف که علما میگن که خوف عام است برکه عموم مردم است و خشیت که مخصوص کی است علما هست کسی که عالم است و عارف است الله را خوب میشناسه انما یخش الله من عباده العلماء دوم فرق بین خوف و خشیت چی است میگه خشیت با درک عظمت ذات است وقتی خشیت در قلب پیدا میشه که عظمت الله را قلب تو درک کنه به عظمت و بزرگی خالق ایمان داشتی باز در قلب خشیت پیدا میشه اما خوف که از بسیاری وقت به خاطر خود ضعیفی انسان است مثلا من ضعیف هستم میترسم اما چه وقت خشیت در قلب انسان پیدا میشه وقتی که عظمت خالق در قلب انسان خوب جای گرفت از این خاطر میگه دیگه فرق سیومیشی است میگه خوف حرکت است و خشیت سکون است چی مانا؟ مثلا میگه از یک جایی میبینه از کو سیل میایه یک کسی فرار میکنه از ترس خوف میگه یک کسی دیگه در یک جای امن میشینه نمیگروزه یک جای امن قرار میگیره که هیچ سیل نبیایه پس او کسی که میترسه و میگروزه او خوف داره او کسی که عظمت الله را درک کرد برای زود چی پیدا میشه؟ سکون و آرامش پیدا میشه إن بودن فرق بين خشية وخوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته